رد تازه ای از صلاح عبدالسلام مظنون تحت پیگرد حملات پاریس در بروکسل به دست آمد. مقامات بلژیک روز جمعه اعلام کردند اثر انگشت و دی ان ای این مظنون فراری را در این آپارتمان در فوره واقع در حومه جنوبی پایتخت این کشور کشف کردند. پلیس بلژیک روز سه‌شنبه گذشته با یورش به همین آپارتمان با تیراندازی سه فرد مسلح روبرو شد و یکی از آنان را با شلیک گلوله از پای درآورد. دو نفر دیگر متواری شدند که دادستان بلژیک میگوید به احتمال زیاد یکی از آنها صلاح عبدالسلام بوده است. به گفته تلویزیون آرتی بی اف بلژیک، فرد کشته شده در حمله روز سه‌شنبه پلیس که محمد بلقائد نام داشت و الجزایری تبار بود، در طراحی حملات پاریس دست داشته است. در جریان حملات 13 نوامبر 2015 در پاریس 130 نفر کشته شدند. یک روز پس از آغاز کنفرانس سران اتحادیه اروپا روز جمعه رهبران اروپا بار دیگر گرد هم آمدند تا همراه با ترکیه به روی حل بحران مهاجران توافق کنند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه ضمن اظهار امیدواری برای حل مسئله خواهان عضویت ترکیه در اتحادیه شد. روابط ترکیه و عضویت آن در اتحادیه نه تنها برای طرفین بلکه در سطح بین المللی اهمیت دارد. ما در گذشته و امروز در بروکسل مشغولیم تا یک مسئله انسانی را حل کنیم. برای ترکیه نکته مطرح چانه زدن نیست. معضل مهاجران برای چانه زدن نیست، بلکه موضوع ارزش هاست. ارزش های انسانی و ارزش های اروپایی. ترکیه صراحتاً گفته است در مقابل کمک به اتحادیه اروپا برای کاهش سیل مهاجر، خواهان تسهیل روند عضویت در اتحادیه، لغو مقررات روادید میان ترکیه و اروپا و 3 میلیارد یورو وجه کمکی است. شب گذشته رهبران اروپا به روی یک موضع واحد توافق کردند، اما مشکل ترین بخش مذاکرات امروز صورت می گیرد که باید ترکیه را در مورد جزئیات آن متقاعد کنند. جیرو شندور، اورونیوز، بروکسل. با بسته شدن مسیر بالکان، دولت یونان از چند روز پیش در تلاش است تا پناهجویان سرگردان در این کشور را از رفتن به اروپا باز دارد و آنها را مجاب کند که برای ثبت درخواست پناهندگی خود به مراکز پناهندگی مراجعه کنند. خبرنگار یورونیوز در آتن در گزارش خود نگاهی انداخته به آمار پناهجویان ساکن در یونان. تعداد پناهجویانی که قدم به خاک یونان گذاشتند این هفته به 46300 نفر رسید. از این میان 10500 نفر در اردوگاه پناهجویان ایدومنی در مرز یونان و مقدونیه اسکان یافتند. این در حالی است که 7000 نفر هنوز در جزایر شرقی دریای اژه هستند. 13500 نفر هم در منطقه آتن بزرگ اسکان داده شدند. 15300 نفر دیگر هم در دیگر نواحی شبه جزیره یونان از شمال پایتخت تا مرزهای شمالی ساکن شدند. دولت یونان میگوید ظرفیت پناه دادن به دست کم 34000 مهاجر را دارد. این در حالی است که بیشتر آنها ترجیح می‌دهند در نزدیکی مرزها اسکان یابند، با این امید که شاید از برخی گذرگاه‌های مرزی امکان راه یافتن به اروپا را داشته باشند. همزمان با نشست مشترک رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه در بروکسل برای حل مسئله پناهجویان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اروپا را آماده انتقادات خود قرار داد. آقای اردوغان در نطقی که به مناسبت سالگرد نبرد گالیپولی در شهر ساحلی چانک قلعه داشت گفت اروپا به جای اینکه به آنکارا بگوید چه کند، باید به رفتار خود در قبال پناهجویان توجه داشته باشد. رئیس جمهوری ترکیه در بخش دیگری از سخنانش برخی کشورهای اروپایی را به حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از تروریسم متهم کرد. انفجار آنکاره می توانست در بروکسل رخ دهد، جایی که به یک سازمان تروریستی امکان ارزاندام داده شده. با وجود چنین واقعیت تلخی، کشورهای اروپایی بی‌پروا روی میدان مین می‌رقصند. اشاره او ظاهراً به حزب کارگران کردستان پکاکا بوده که گفته می شود از 3 دهه پیش حملات مسلحانه ای را در ترکیه طراحی و اجرا کرده. شاخه منشعب از پکاکا مسئولیت 2 بمبگذاری انتحاری ماه گذشته در آنکارا را بر عهده گرفت. در این انفجارها دست کم 66 نفر جان باختند. چند روز پس از اعلام کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مبنی بر آزمایش چند کلاهک کوچک هسته‌ای، یک مقام ناشناس آمریکایی از شلیک آزمایشی 2 موشک بالیستیک توسط پیونگیانگ خبر داد. بنابر گزارش‌ها این موشک‌ها از نوع نودونگ و میانبرد بودند. آمریکا این آزمایش را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانسته، ولی اعلام کرده که این موشک‌ها خطری برای آمریکا و متحدان منطقه آن نداشته است.
تصمیم ژاپن به انتشار کتاب‌های درسی جدید و ادعای مالکیت بر جزایر مورد مناقشه این کشور با کره جنوبی خشم سئول را برانگیخت. ژاپنی‌ها این جزایر را تاکشیما و کره‌ای‌ها دوکتو می‌نامند. سئول از سال 1952 میلادی تا کنون کنترل این جزایر و صخره‌ها را در دست داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی: ما این تصمیم دوباره 18 ماه مارس ژاپن مبنی بر چاپ کتاب درسی تاریخ دبیرستانی و تحریف مسلم تاریخ از جمله ادعای نادرست به جزایر دکتر را که به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و قوانین بین الملل جزو قلمرو ما بوده است به شدت محکوم میکنیم و خواهان اصلاح فوری آن هستیم. مجمع الجزایر تاکشیما یا دوکتو متشکل از تعدادی کوه صخره‌ای و دو جزیره کوچک صخره‌ای سربرآورده از دریای ژاپن تقریباً به فاصله مساوی از ساحل دو کشور ژاپن و کره جنوبی قرار دارند. برزیلیا پایتخت و شهر ریو دو ژانیروی برزیل پنجشنبه شب نیز شاهد تظاهرات و درگیری مخالفان و هواداران دولت بود. آنچه به اعتراضات و تنش دامن زده انتصاب لولا دا سیلوا رئیس جمهوری سابق توسط دیلما روسف رئیس جمهوری فعلی به سمت ریاست کابینه است که در برزیل ارشدترین سمت وزارت و دست راست رئیس جمهوری محسوب می شود. قاضی سرژیو مورو با این استدلال که این انتصاب تحقیقات دادگاه فدرال را از مسیرش خارج می کند با آن مخالفت ورزیده است. با فساد مبارزه می کنم چرا که انتصاب لولا به عنوان یک وزیر یک سیلی است بر صورت مردم. به تنهایی و به تصمیم خودم اینجا آمدم. به ضرورت تغییر در آینده کشور باور دارم و امیدوارم. لولا دا سیلوا به فساد مالی و پولشویی در ارتباط با شرکت پتروبراس غول نفتی برزیل متهم است. پرونده که نام خانم روسف هم به آن گره خورده است. منتقدان انتصاب لولا دا سیلوا را تلاش خانم رئیس جمهور برای ایجاد مسئولیت قضایی و جلوگیری از پیگرد قانونی او می دانند. همزمان نمایندگان کنگره برزیل به بررسی طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری نشستند. در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به کوبا در روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده، کوبایی تبارهای مقیم میامی در ایالت فلوریدا بیش از شهروندان دیگر پیگیر این بازدید تاریخی هستند. ساکنان این شهر کما بیش نظر مثبتی به این رویداد دارند. این هم برای کوبا خوب است و هم برای آمریکا. این خوب است که ما درهای رابطه را به روی کوبا باز کنیم، اما من بیزارم از اینکه همه چیز به نفع کوبا تمام شود. توافق اوباما با کوبا خوب است، به شرط آنکه راول کاسترو هم به خواسته های مردمش اهمیت بدهد. بازدید باراک اوباما در پی توافق او با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در ماه دسامبر 2015 انجام می شود. از حدود 90 سال پیش تا کنون این نخستین بار خواهد بود که بالاترین مقام آمریکا از کوبا دیدار می کند. یک تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکایی لاتین می گوید کاری که رئیس جمهوری اوباما باید بکند آن است که بگذارد کوبا به نهادهای مالی جهانی بپیوندد. تقویت اقتصاد کوبا به معنای واقعی بازی را عوض خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً محدودیت‌های سفر به کوبا و تجارت در این کشور را برای اتباع خود کاهش داده است. اشتفان گروبه خبرنگار یورو نیوز در واشنگتن می‌گوید تغییرات چشمگیر مورد نظر اوباما در روابط آمریکا و کوبا به مرحله اجرایی رسیده و با استقبال گسترده مردم آمریکا کوبا و سایر کشورهای آمریکایی لاتین روبرو شده است. آنچه باقی میماند مخالفت جمهوری خان کنگره است که آن هم احتمالاً پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر آینده تغییر خواهد کرد.